سپار. اگر نمی سپاری یا تو باشی یا من باشم. و به شکل مسالانه از پیشون چپاول میکنه. نوید هستم، نوید کلاشنکوف. پنج نفر بودیم دنگ. ما هر روز بر نیروهای قهرمان و پلیس بیشتر میشه و بدون شک این نیروها تلاش میکنند تا بتونن خوبتر بر هموطنان ما تامین امنیت بکنند. سلام به یک دیگر از برنامه های پلیس خدمتگار جامعه، شما عزیزان را خوش آمدید میگم. ما آمدیم به ولسوالی پغمان تا ببینیم فعالیت های پلیس در اینجا چگونه است و یک سلسله مشکلات قبلا در بخش امنیتی در اینجا وجود داشت، چقدر از سوی نیروهای قهرمان و پلیس در اینجا رسیدگی شده و مردم در کل در قبال فعالیت های نیروهای پلیس در اینجا چه گفتنی دارند. همراهی شما عزیزان را تا پایان برنامه خواهم. ولسوالی پغمان. پغمان یکی از ولسوالی‌های درجه اول شهر کابل بوده که در هر فصل رنگ و هوا و کیف خودش را دارد که مردمان زیاد را از هر گوشه به خود می‌کشاند. پغمان که 600 کیلومتر مربع مساحت دارد و نزدیک به 200 قریه محل زندگی بیشتر از 350 هزار نفر می‌باشد. باغ پغمان یکی از جاذبه‌های بزرگ این ولسوالی است و باعث شده گاه آن را باغ پایتخت افغانستان بخوانند. شورای مردمی، شورای علما، شورای زنان، شورای صلح و خیر چهار شورای مردمی این ولسوالی را تشکیل می‌دهد که اعضای آن فعالیت‌های زیاد را در حمایت از نیروهای امنیتی و تأمین صلح انجام دادند. لازم به ذکر است که مردمان ولسوالی پغمان همواره در کنار نیروهای امنیتی خود قرار داشته و با حمایت زیاد برای تأمین صلح تلاش میکنند. نیروهای پلیس این ولسوالی با تمام قوت در تلاشند تا بتوانند در تأمین امنیت مردم که در نقاط مختلف این ولسوالی زندگی میکنند تا آرامش کلی را مساعد بسازند. پلیس با افراز چک پوینت های سیار و ثابت و گزمه های دوامدار به صورت شبانه روزی در مقابل جنایت پیشگان ایستادگی میکنند. در 3 ماه گذشته تعداد زیاد جرم پیشگان را به پنجه قانون سپردند و هنوز هم در تلاش بازداشت کسانی هستند که تحت پیگرد این نیروها قرار دارند. از سوی هم گهگاه گروه های حراس افغان که در قریجات ارغندی این ولسوالی تحرکات داشتند و میخواستند از آنجا حملات را تحریزی و امنیت پایتخت را برهم بزنند که همواره نیروهای قهرمان امنیتی و دفاعی کشور در مقابل آنان ایستادگی کرده، تمامی لانه های آنان را نابود نموده و راهی جهنم ساختندشان. حوزه 18 امنیتی پلیس که مرز مشترک با ولسوالی پغمان دارد و از حوزات سرحدی کابل است، از سوی هم خانه ها غیر پلانی و بیشترین نفوس در اینجا زندگی می کنند که پلیس را مکلف می سازد در کنار تأمین امنیت باشندگان این ناحیه، مانع رشد جرم پیشگان و دشمنان مردم افغانستان بیشترین تلاش را نمایند که خوشبختانه پلیس در اینجا نیز توانسته است تا رضایت کامل مردم را از بهر تأمین امنیت داشته باشند. حس وطن دوستی و مردم دوستی نیروهای قهرمان پلیس قابل درک و محسوس کننده است. اینها برای آرامش مردم خود از هیچ تلاش دریغ نمی کنند. هر کسی که سر به نابودی مردم بلند کند با ضرب گلوله سرباز نابود می شود. امنیتی فعلا در ولسوالی پغمان الحمدلله 100% رو گفته نمی تانیم، چون در کشور موشمان و امنی بسیار زیاد است. دشمن الحمدلله در ولسوالی پغمان فعالیتاش نهایت ضعیف شده. به طور کل میگم انشاءالله و رحمان که 90% تامین امنیت در پغمان شده. میثاق امنیتی الحمدلله یک برنامه که قبلا از ما از آمدن ما در اینجا باعث قماندان امنیت که در قرغه تطبیق شده، به خاطر برداشتن همی غرفای بیجا و در اونجا به خودشون ما بهتر معلوم است که
مواد مخدر و چیزا خرید و فروش میشد، الحمدلله از اونجا برداشته شده، صرف یکان سیار کارا میشه کورا. ما یک گروپ دو گروپ شه گرفتیم، باز تعهد گرفتیم ازشان، اونا پس دوباره رها شد انشاءالله و رحمان و حال فعالیت نمیکنند. مردم ما بسیار همکار هستن همراه ما. من چون فرزند از اینمی ولسوالی هستم، با مردم شناخت از نزدیک دارم، متنفذینش، مسافداش، وکلاش، ملکاش، کلش با ما همکار هستن. اعلان همکاری را همراه ما کردن، در عمل هم انشاءالله و رحمان ما دیدیم که همراه ما همکار هستن. که برق باشه، باران باشه، فرق نمیکنه، فعلا هم در جریان وظیفه بودیم. از مردم ما خواست ما همی است که باید که پلیس و خود همکار باشن تا بتانیم تامین امنیت خوبی داشته باشه. وظیفه هم در چکپین و تلاشی، سریری ساعت هم منگه تلاشی و چکپین لرو، در دیر پر خو وزیعت پر دیر آقا خو وزیعت سر خلگو سر اخلاق کو او تلاشی لرو. اینجا چکپین انداختیم، این مطرهای چشاسی ها می باشه، مثلا کسایی که می باشه جواز نداشته باشه او را به ولسوالی انتقال میتیم. اجره ما خود گفتیم که اگر با دولت خود می سپاری بیا بسپار، اگر نمی سپاری یا تو باشی یا ما باشم. امی اختار نمی گپ ما از نمی جدی است. تشکری میکنم بازم از امی چک پوینت که از برکت امی پلیس و امنیت است که ما آرام هستیم دیگه. خوب است اگر دیگه تقریبا فعالیتشان خوب شده. یعنی هم راضی هستن شما؟ بله، فعلا راضی هستیم دیگه. از سابق کده خوب شده. ما خوشحال میشیم که امتو کل خداوند یا رحمت بوده برای کل امتو همیشه چک پوینت باشه، نه با خاطر یگان تار استاد کنه یگان تار نکنه، اینیش باز برای ما خوشحال نیست. همیشه همیشه هم چک پوینت که باشه ما رو خدمتگار هستیم و پلیس همیشه خوشحال هستیم. همی چک پوینت های پلیس در شهر کابل تا اندازه مصر بوده و انشالله که بخش مهمشی است که مردم هم باید همراهش همکار باشه. بعضی هستن که باشه استاد نمیکنه، بعضی هست احترام متقابله عملی نمیکنه، همی عملی شوه تا دو ماه آخر که شما یاد کردین موثر بوده. چرا نه؟ نیروهای امنیتی سر ما حق داره، از همین خاطر ما باید همراهش همکاری کنیم. وقتی که دی برف باران دی هوای سرد هیچ شرایط مطلب قید شرط نمیگیره، ما اینجا همکاری میکنه و امنیت ما رو نگاه میکنه. خدمتگزاری دستهای ولسوالی پغمان از حساب سارقین، قاتلین، مردمی که آزار و اذیت میکنه، ما در وقت و زمان از هر قریه ای که بخش ما تماس گرفته شوه از طریق 119 از طریق 100 بهانه واید بدون زیای وقت در محل موقعیت میگیریم و قاتلین باشه، سارقین باشه، مردم اذیت آزار کنه و گرفتارش میکنیم، به پنجه قانون میسپاریم. ما خدمتگزاری ما به مردمی است که احترام به قانون داشته باشه، احترام به مردم بیچاره و مسکین زیر چتر قانون زندگی میکنه. ما احترام به چزوا داریم، کسی که به مقابل دولت هر کی که باشه به هر ایچی که باشه لباسی که باشه ما به مقابلش استاد هستیم و هیچ وقت که در هر سایه باشه گرفتارش میکنیم. اگر مقامت کنه کدی ما استاد شوه از صف خارجش میکنیم. سیدیم بازی از جمع امنیتی پلیس تا ببینیم اینجا فعالیت های پلیس خوستن گزمایشان از طرف شب در کوچه و پس کوچه چگونه است، با این که در مقابل جنایت پیشگان برخورد پلیس در اینجا چگونه است و چقدر دستاوردها دارن در کوهش جنان در اینجا، با هم یک جا در ادامه برنامه این هفته پلیس خدمتگار جامعه تماشا. الحمدلله وضعیت امنیتی حوزه 18 هم قناعت بخش است. چکپوینت های ما و گزمه های پیاده و سیار ما در ساحه در جریان است. ساحه حوزه 18 یک ساحه غیر پلانی است و کوچه و پس کوچه زمین ها گزمه های پیاده ما در هر ساحه ما 4 گزمه داریم، در طوله ما در شرید ما 4 گزمه داریم و یک گزمه متردد داریم که ما قریب به حدود 14 گزمه پیاده داریم و 3 گزمه متردد داریم و پرسنل کشفی ما مستثنا از گزمه های پلیس امنی، پرسنل کشفی ما پلان مشخص خود بعد از 4 بجه دیگر پلان نوره در ساحه های جرمزا اینا اجراءات خود دارن و گزمه میکنن. بارها برای از مردم جرم پیشه
هشدار مهمی بوده که خودشان بیاید در کنار نیروهای امنیتی یک جا شوه و خود را تسلیم بکنه و قصه به اینجا نرسه که ما باز او را بگیریم، باز او را به پشت میله های زندان پرتیم و خودشان بیاید از کارکرد قبلی خود ندامت بکشه و بیاید در کنار نیروهای امنیتی خود و تسلیم به قانون شوند. و اگر در تسلیم به قانون نشوه و ما بخواهند نخواهند اونا را به پنجه قانون میسپاریم و جایشان در ساحه حوزه 18 جای برای بودوباش جرم پیشه ها و قاتلین وجود ندارد. همکاری مردم با نیروهای امنیتی و خصوصا پرسنل حوزه 18 هست و این همکاری خود نسبت به سابق بیشتر کنند. دیگر آرزوی ما این است که در هر جا و در هر مکانی را که یک جرم پیشه را مشاهده میکنند هویتشان محفوظ است، برای ما اطلاع بتن، ما بس و زودترین فرصت اونا را دستگیر میکنیم. گزمای ما، چکپوانت های ما ادامه دارد. پیام ما نمید که مردم آزادانه گشت و گذار آزاد کنند، به مردم افغانستان خود صادقانه خدمت کنند. وضعیت امنیتی به حد فعلا نرمال است. تشکر میکنیم از مسئولین امنیتی پلیس حوزه 18 پلیس که شب و روز همین گزمه دارن، چکپوانت دارن، در خدمت مردم هستن و برای ما همکاری میکنن. همیشه که عامر صاحب حوزه همیشه برای ما نمبرای خود تماس کرد، اختیار ما قرار داده و با ما همکار بوده که در جریان شب هر جایی که افراد مشکوک یا قضیه واقعی رخ میده با ما به تماس شوین که ما چند قضیه رو به ایشان چی شدیم و تماس شدیم، برایشان گفتیم، خبر دادیم، عاجل سر وقت خودشان آمده. خوشحال هستیم از اینکه پلیس برای ما اهمیت قائل است، به مردم غریب بیچاره همیشه همکار هستند، جای خوشی است. مجرمین، قاتلین، مظنونین که خود را به پنجه قانون بسپارن، در غیر از او ما در تعقیبشان هستیم، سرکوب میکنیم، پیش از اینکه ما سرکوبشان کنیم، گرفتارش کنیم، خود را بسپارن به پنجه قانون. پلیس کابل بخصوص پلیس که معذف هستند در غرب کابل، تمام هدفشان تامین امنیت به خاطر جان و مال مردم هست و خوشبختانه از وقتی که برنامه میثاق امنیتی کابل تطبیق میشه در غرب کابل تغییرات مثبت به وجود آمده. حوزه 13 و 18 و 6 با همانگی بسیار نزدیک که دارن علیه مجرمین که در جرایم جنایی و سازمان یافته دست دارن و در ضمنش جرایم تروریستی. حوزه 18 از آخر غرب کابل به شکل بسیار جدی علیه از افراد مبارزه کردن، تعداد از اینا بازداشت شده. خوشبختانه آنچه که ارقام به ما نشان میده تا 90% این جرایم کاهش پیدا کرده. آن چیزی که قابل خوشبینی است همکاری مستقیم مردم است. مردم همکاری مستقیم با پلیس دارن و باور ما این است که اگر مردم این همکاری را افزایش بدن شک نیست که در وضعیت امنیتی تغییرات مثبت به میان میاد. من از مردم غرب کابل خواهش میکنم که با پلیس خود همکار باشن. بر علاوه شماره 119 و 100 که مربوط پلیس کابل و وزارت امور داخله است، شماره مسئولین حوزه های امنیتی در غرب کابل و دسترس شهروندان کابل قرار داره، بخصوص غرب کابل. اگر کوچکترین موارد مشکوک را اونا اطلاع پیدا میکنن با همکارای ما شریک بسازن که موضوع جدی پیگیری میشه و خوشبختانه قبلا همکاری وجود داشته با امید همکاری های بیشترشان و ما شک نیست که در بخش مبارزه با تروریسم و جرایم جنایی با همکاری مردم به نتایج مطلوب دست پیدا میکنیم. اینجا کنار من عمر صاحب حوزه 18 هستن و به می ترتیب من امرای عمر صاحب حوزه 13 هم شو صحبت کردم، به می ترتیب امرای عمر صاحب حوزه 6 هم اونا تماما هماهنگی نزدیک دارند غرب کابل و تمام هدف به خاطر تامین امنیت در این ساحه است. مانا کجا هست؟ همه اینجا بودم. شما مزایمت نمیکنه در اینجا بودم؟ قرار با قراری هست؟ برو بخیر بریدن. چیز خدمت نیست دارم بگیدن. بخیر بریدن. شخص
حکومت الله نام داره، همراه یک میل سلاح غیر قانونی به تعقیب دستاوردهای ما اینا را گرفتار کردیم. این شخص که گرفتیم ترخان نام داره، به ساعت پکتیاکوت، توتخیل و سرک نو در غزب چپاول اجناس پول موبایل و اجناس قیمتی مردم و همسری های شما نقش فعال بارز داشته و به شکل مسئلانه از پیشون چپاول میکنه. قسمه که در جریان هستی در ساعت سرک نو بود خیل دینی قسمت ها بعضی از گروپ های چپاولگر ها بودن، چپاولگری میکدن، همتان های ما را متضرر میساختن، تلفون، موبایل، پول، موترسکل، هر چیزی که هر آن نوابد که از دستشان میشد میکد. امروز موفق به گرفتاری یکی از این چپاولگر ها شدیم. خودش خود معرفی میکنه که در کدام ساعت چقدر نفرها را متضرر ساخته. نام چی است؟ نامم سورو. ولدت چی است؟ محمد مارو. خانت در کجاست؟ داوت خیل. از کجا هستی؟ از داوت خیل. آفرین. سلایت بالا بگید که معلوم شود. در دوشه. ها. فنچه از کی است؟ از ما. ای از کی است؟ از امین. امین کی است؟ از ولد الفنگ. اندیوالت است؟ چند نفر در گروپ هستین؟ سه. کی کی است؟ سوراب. امین آبری. برید نامش چی هست؟ حکمت. خیر ببینید. چقدر مردم تو توال متضرر ساختی؟ یک ده بیس نفره. چی شانه بردی؟ موبایل و پیسه شانه. خب کس را چند نفر را به چاکو زدیم توال؟ در چاکو نزدیم، پسی شان شد گرفتیم. راست میگم. خب. خودم اول خان هستم، بچه میراب هستم. این همی یک پیره یک سه چهار ماه پیش به این همی قضیه گیر آمدیم. در موتر ما یک میل توپنچا آمده گیر آمده بود. یک پیره این همی سرقت در موتر کردیم. روزی باز ما را گیر کرد، ما را رسمی کرد، رفتیم در پلی چرخی. در پلی چرخی در سه ماه تیر کردیم واز یلا شدیم. امروز ما را گیر کرده در موتر. یک پیره تو ما را گیر کرد، یک پیره این همی کردیم. باز خالا توبه هم هست دیگه پیره نمیکنم این کار. تیم دو از جبران یک دسکال از موقت قلعه وزیر گرفتیم، یکی رو از پشت شالاب زفر. ما دوازده بجه بود در شالاب زفر یک زنکه بود دسکال شا گرفتیم، یک دانه تلفونه که برای ما تلاشت. کدام تلفونی شد؟ بلا گفتم که اینی بود یا اینی بود برای کنی. تقریبا 600-700 پیسه نخت برای ما دنیا تلفون هم گفتم که اینیش بود. نه اینمی بود. اینیش بود. خورا هم گرفتیم تقریبا از اویش پیسه نبرم یک دانه تلفونش دست خلاص. یکی رو در قلعه وزیر. او چه قسم زدی بوده؟ بودم در سرک روان بود، دسته مکشی نمیدرد. در موتر بودی؟ بله یا. قسم که نمیگه خود؟ یک دسکابل از این گرفت. از کی گرفتی؟ این در این شاداب زفر. کی گرفت؟ ای. تو هم کتیش بودی؟ ما سر جلاغ در موتر بودی. اردوی تمی این کار کرد؟ دو کرد، قلعی وزی. کی بودو؟ با هم یک دختر یک خانم. جرم آتکم شد یا نمیدرد؟ اشتباه کرد یا نه؟ بسیار زیاد تکرار شده. گناه هست یا نه؟ خیلی بد کرده. میرم اینجا میگم گوه از نگاه قانون جرم هست یا نه؟ بد کرده گوه از نگاه زیاد تکرار چون میاست که اگونام ندسته و مردی طرف اگونام بگم مرد سم. نوید هستم، نوید کلاشنکوف. پنج نفر بودیم در انگار در آمدیم در کتب لنده اومن در سرقت مسالانه موبایل هایش رو گرفتیم یک 4,500 پیشنم. باز چی شد؟ یک چند روز پیش تیر شد باز رفتیم بودم تلفون از سر موتسکل شروع کردیم. باز در نام امید یک بچه هست پیش من گفت که امید 4 نفر رو زدم او بار کرد کردم جار نگشت که تو در غم نری چی نشنی؟ باز یک دن دیگه در نام علیسینا هست 2 نفر در نام کافکار را گریم اونه. در هر جایی که هستن همکاریتان با نیروهای قهرمان پلیس داشته باشین. این نیروها در هر شرایط مثل که در این برنامه شما دیدین که در این فضای بارندگی و برف و هوای سرد زمستان به خاطر مردمشان خدمت گذاری میکنن، همیشه جانفشانی هایشان قابل قدر است و ما دوستشان داریم. هر جایی که هستن سرشان سلامت و پیروز میدان باشن. این بود برنامه این هفته پلیس خدمتگار جامعه که خدمت شما عزیزان تهیه و تقدیم کردیم. تا تقدیم برنامه های بعدی که با دو همکار خیلی خوبم عبید بهرام و عصمت ستاری در خدمت قرار میگیریم، هر یک شما را به الله پاک بی‌نیاز میسپاریم. زنده باد افغانستان، زنده باد نیروهای قهرمان امنیتی و دفاعی افغانستان.